بسم الله الرحمن الرحیم. کاری که به نام تو کردم ابتدا، یا رب به فضل خیش رسانش به انتها. با دل مالامال به عنایت پیغمبر مهربانی ها و خاندان درخشان و پاک ایشان آغاز میکنیم برنامه امشب به وقت بیداری را. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما بزرگواران و بسیار خرسندیم از اینکه امشب هم این افتخار نصیب بنده و همکارانم در شبکه جهانی هادی تیوی شد تا به صورت زنده و مستقیم با این برنامه گفتگوی معارفی در خدمت شما بزرگواران باشیم. امیدواریم آنچه که حاصل تلاش همه همکارانم هست در بخش تکنیکی و بخش مدیریت انشالله به بهترین نحو تقدیم شما بزرگواران شود، چون شما شایسته بهترین ها هستید. امشب مانند چهارشنبه های گذشته در خدمت استاد عزیز خودم کارشناس درجه یک معارف اسلامی جناب حاج آقای رضوی هستیم. استاد رضوی سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام علیکم و رحمت الله. من عرض سلام دارم خدمت شما. استاد عزیز بینندگان منتظر هستن یک سلام علیک عرض بکنین و انشالله شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعلنی من الراغبین الی جوار قدسک. عرض سلام و احترام و خسته نباشید داریم محضر همه بینندگان عزیز و مخصوصا خود شما. خدا خیرتون بده استاد. تشکر میکنیم که امشب هم وقت بسیار گرانبهای خودتان به برنامه خودتان اختصاص دادین و فرصتی هست برای بنده و عزیزان تا از این دریچه بتوانیم بیشتر از معارف اسلامی بشنویم و یاد بگیریم. انشالله میخواییم در ادامه مباحث مصادیق معروف و منکر امشب ظاهرا در مورد بحث تشویق صحبت بکنیم. استاد عزیز مقدمتا از شما میخواییم که از مفهوم تشویق برای ما کمی داشته باشین انشالله و انشالله سوالات بعدی را از شما خواهیم پرسید. در خدمت شما هستم. قبل از این که به مفهوم تشویق بپردازیم یک نکته را باید خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کنیم و اون نکته این است که تشویق یک چیزی است که دو طرف قضیه را در بر میگیره، یعنی هم مربوط میشه به معروف هم مربوط میشه به منکر. مثل یک کارد دولبه میمانه که ما میتونیم هم استفاده مناسب داشته باشیم از تشویق، هم استفاده نامطلوب داشته باشیم. اگر استفاده های ما از تشویق مطلوب باشه، ما یک بهره کافی را از تشویق میبریم و این جزو معروف ها و از مصادیق معروف میتونه باشه. اما اگر برعکس شد، یعنی ما استفاده نامناسب از تشویق کردیم، اینجا نباید این کار رو میکردیم، لذا میشه از مصادیق منکرها. پس بنابراین این ارتباط است که بین قضیه تشویق و امر به معروف و نهی از منکر وجود داره و میتونه تشویق هم از مصادیق معروف باشه هم میتونه از مصادیق منکر باشه. چه خوب، پس کاملا مثبت نیست تشویق. نخیر که مفهومش بسیار مثبت است. همون که خدمت شما عرض کردیم، تشویق میتونه مثل یک کارد دولبه باشه که ما هم میتونیم استفاده های مناسب و مفید را از تشویق بگیریم و هم میتونیم استفاده های نامطلوب و نامناسب را از تشویق بگیریم. این طوری نیست که ما همیشه تشویق ما جزء معروف ها باشه و مطلوب و پسندیده باشه، بلکه بعضی وقتا حتی مضراتش، ضررهایش بیشتر از فایده هایش میتونه باشه و این بستگی داره به برخورد ما و نحوه استفاده ما از تشویق. با روشن شدن این نکته میپردازیم به مفهوم تشویق. در لغت تشویق یعنی ایجاد شوق کردن و ایجاد رغبت کردن در مسائل متفاوت و مصادیق مختلف. با تناسب همین معنای لغوی اصطلاحات هم در مورد تشویق وجود داره. مثلا در اصطلاح حکما اگر ما مراجعه بکنیم یک اصطلاح خاصی دارن از مسئله تشویق که اون عبارت از میل، ایجاد میل به سوی کمال نفسانی. یعنی شما کار میکنید یا برنامه پیش میاد که شما تمایل پیدا میکنید، تمایل پیدا کردن به سوی یک امر مطلوب و یک امر که حقیقتاً اون میتونه جزء معروف ها باشه. حالا با این تناسب بحث های مختلف هم در ذیلش کردن، یعنی تشویق را آمدن به تناسب این معنا به بخش های مختلف و انواع مختلف تقسیم کردن. بعضی تشویق ها تشویق های طبیعی است، بعضی تشویق ها تشویق های حیوانی است و بعضی تشویق ها تشویق های نفسانیه که این نفس انسان تمایل پیدا میکنه به سوی حرکت کردن به یک کمالی که لازمه حیات و زندگی انسان میتونه باشه. برعکسش مثلا عرفا میگن برانگیختن عشق یا میل به سوی محبوب نوع تشویق و از مصادیق تشویق. با این تناسب حالا فقها هم به تعبیر آمدن، یک تعبیر خاصی پیدا کردن و استفاده کردن و اینو به کار بردن در مورد تشویق که او عبارت از ایجاد میل و رغبت پیدا کردن به سوی یک کار بسیار پسندیده یا برعکسش به سوی کارهای نامطلوب و جلوگیری کردن از کارهایی که حقیقتا اون کارها کار نامطلوب میتونه باشه. لذا مسئله تشویق یک مفهوم گسترده و مفهوم عام داره، برعکس اون چی که در اصطلاحات ما و در عرف ما الان رایج شده. مسئله تشویق را فقط در موارد خاص استفاده میکنن. فرض بفرمایید در تربیت کودک، در علوم تربیتی وقتی ما مراجعه میکنیم میگه شما کودک را تشویق کن به کارهای شایسته و اگر کارهای شایسته انجام داد شما یک محرکی برای ایجاد کن که این حرکت ادامه پیدا کنه، کار خوب ادامه پیدا کنه و کودک میل پیدا کنه به سوی اون چیزی که او کار مناسب و جزء مسائل تربیتی انسان میتونه باشه، در حالی که اینطوری نیست. تشویق یک امر عام، یک امر گسترده که ما میتونیم حتی برای کودکان، برای بزرگان، برای جوانان، برای همسران و برای اقشار مختلف از این واژه استفاده بکنیم. منتها نوعش فرق میکنه، گاهی هست که مطلوبه، گاهی هست که این تشویق های ما در حقیقت شمشیرهای برنده میشه برای اینکه ملکات زشت نفسانی در انسانها به وجود بیاید، یا در کودکان ما، یا در بزرگان ما، یا در جوانان ما، نوجوانان ما و همسران ما. بالاخره اون ملکه نفسانی زشت یا خوب استمرار پیدا کنه و در حقیقت ملکه شود. به خاطر این استفاده عام ما میتونیم بگیم که اهمیت تشویق کاملا روشن میشه، چون اگر تشویق ما تشویق مناسب باشه این تشویق یک غذای روح میشه برای تربیت روان انسان. خب همونطوری که جسم انسان نیاز به غذا داره در رشد و تکامل فیزیکی خودش، روح و روان انسان هم نیازمند به این است که غذاهای روحی برای این داده شود و روح پرورش پیدا بکنه، روح به کمال برسه. لذا این بیشترین انگیزه برای تشویق کردن و میتونه از ارکان مهم تربیت در جوامع انسانی باشه. با این بیان در حقیقت میتونیم بگیم تشویق کردن یک نیاز فطریه در وجود انسان. هر انسانی دوست داره احترام شود، هر انسانی دوست داره شخصیتش رشد پیدا کنه، هر انسانی دوست داره در کارها دیگران او را تأییدش کنند و مورد احترام قرار بدهند. به خاطر این که خب این نیاز به تربیت شخصیت انسان، بزرگمنشی انسان یک قضیه روحی و فطریه. یعنی همه انسان ها طالب اینه که یک کسی بیایه در کارها این را چکارش کنن؟ تشویقش کنن. لذا تشویق کردن سبب تمایل انسان ها به خوبی ها میشه و با تشویق عمل کرد افراد به راه های صحیح و رسیدن به سوی اون کمال مطلوب هدایت میشه. پس بنابراین با عرایزی که خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کردیم، به این نکته توجه پیدا میکنیم که اهمیت تشویق هم در علم اخلاق، هم در علوم مختلف مثل فقه و امثال اینها بسیار بسیار روشن و ملموسه، برای اینکه این تشویق میتونه انسان را به کارهای خوب هدایت کنه. اون نیاز فطریش را که نیاز به احترام باشه و تأیید در عمل کردها باشه، اون نیاز فطری را برآورده کنه و راههای تربیت صحیح را برای انسانها، اعم از این که جوان باشه، نوجوان باشه، بزرگ باشه و میانسال باشه و پیر باشه، همسر باشه، غیر همسر باشه، این اهمیت در همه این اقشار کاملا روشن و مفید واقع میشه. برای اینکه اگر ما تربیت ما در تشویق صحیح باشه، اون راه های مطلوب رو، راه های رسیدن به کمال رو، راه های تربیت اخلاقی رو برای دیگران باز میکنیم. اما اگر عکسش باشه، خب این تشویق کردن تشویق ناسازگار با فطرت انسان است، تشویق ناسازگار برای رسیدن به کمال مطلوب در انسان و انسان را از شاهراه سعادت دور میکنه حقیقتا و میشه جزء منکرهایی که از اون اشد المنکرات میتونه باشه. بسیار تشکر استاد رضوی. شما در مورد تعریف و مفهوم شناسی تشویق و اهمیت آن برای ما فرمایشاتی داشتین. از شما میخواییم که از منظر آیات و روایات هم بحث تشویق برای ما تبیین کنین، انشالله بتانیم نشانه هایی هم از آیات و روایات هم یاد بگیریم. در آیات و روایات حقیقتا ما میتونیم بگیم، مخصوصا آیات الهی و قرآن عظیم الشأن، تمامش تشویق کننده هست یا تشویق برای رسیدن به کمال و سعادت انسان، یا تشویق به جلوگیری از انحرافات و نخوتها و غیرتهایی که دین اونها را آماده مذمت کرده. و حقیقتا اگر ما توجه داشته باشیم، علت ارسال رسول و بعث انبیا میتونه تشویق باشه. لذا در آیات مختلف قرآن داریم ما مضمونش اینه که فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. در آیه مبارکه 213 سوره بقره این مطلب کاملا روشن شده و آیات متعدد دیگر هم هست. در سوره انعام می‌فرماید آیه 48 و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. این دو تا آیه را اگر ما دقت کنیم، هدف بعثت انبیا را، هدف ارسال پیغمبران را بشارت و انذار قرار داده. بشارت یعنی تشویق به سوی کارهای ستوده و کارهای شایسته، و انذار هم در حقیقت تشویق کردن برای جلوگیری از خطرها و کارهایی که انسان را از شاهراه سعادت انسان چی میکنه؟ باز میداره. پس در حقیقت ما میتونیم بگیم آیات الهی هدف ارسالش به پیغمبران و ارسال پیامبران برای هدایت انسان چیزی جز تشویق انسان به سوی شاهراه‌های سعادت چیزی دیگر نبوده. همانطوری که برعکسش هم هست، وقتی انبیا آمده ما را تشویق میکنه که ما در کارهای خطرناک و منکرات نیفتیم و ما را جلوگیری میکنه از رفتن به سوی اون چیزی که حقیقتاً از منکرات حساب میشه. لذا اگر ما مصادیقش را بخوایم در آیات الهی بررسی کنیم، در موارد مختلف آمده به گونه‌های متفاوت قرآن وحی الهی ما را تشویق کرده. مثلا یک، امید به پروردگار. ببینید میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ببینید چقدر آیه زیباست و به چی زیبایی ما را تشویق میکنه به امید به پروردگار متعال. میگه انسان در دنیا ولو گناه کردی راه توبه بازه، خداوند غفار الذنوبه. با این شیوه آمده ما را تشویق کرده به هدایت کردن به امید به پروردگار. میگه خود خداوند متعال میگه یا عبادی، بنده های ما، الذین اسرفوا علی انفسهم، اونایی که افراط و تفرید کرده در کارهایتان، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نباشید. ببینید اینجا این نحوه تشویق اینه که میگه امید به پروردگار داشته باشید. اگر این امید را شما داشتید، نتیجه این کار هدایت به سوی یک امریه که خدا برای شما اونو چی در نظر گرفته. میگه رحمت خدا بر شما نازل میشه. ببینید چطور خدا آمده ما را تشویق کرده. میگه اگر گناه کردید، معصیت کردید، از امید به پروردگار ناامید نباشید. این شوق در ما ایجاد میکنه، این رغبت را، این تحریص و تحریز را در ما ایجاد میکنه که ما امید ببندیم و شوق پیدا کنیم، میل پیدا کنیم، رغبت پیدا بکنیم به سوی رحمت الهی که این شامل حال همه میشه. و نتیجه دیگر، ثمره دیگرش اینه که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناه ها را میبخشه. خب این تشویق کردنه دیگه. از این طرف میگه امیدی به پروردگار داشته باشید، همانطوری که ما پاداش مادی را وقتی در نظر میگیریم برای کودک ما، مثلا فرض کن در بطن جامعه تحویل میتیم، به این میل ایجاد میکنیم، رغبت ایجاد میکنیم که این کار خوب را و این کار شایسته را دوباره تکرار کنه. خداوند هم با این بیان ما را تشویق میکنه به سوی امید به پروردگار، به خاطر اینکه نتیجه و هدف این تشویق کردن رحمت الهی و مشمول شدن به عنایت الهیه که در آخرش هم میگه خداوند غفار الذنوب است. انه هو الغفور الرحیم، خدا غفار، بخشاینده و بسیار مهربانه. ببینید اینجا چطور آمده برای ما ایجاد تشویق کرده. یا تشویق به دعا میکنه ما رو. اینا همه مصادیق تشویق کردن در عرف الهی و در دین اسلام. ما فکر میکنیم تشویق کردن فقط برای کودکانه که ما برای اینها مثلا جایزه پرداخت کنیم، در حالی که در امور معنوی اهمیت تشویق بسیار بسیار فزاینده تر و مناسب تر و گسترده تر و پرفایده تر از امور مادیه. ما را تشویق به دعا میکنه. خداوند متعال میفرماید و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. نگاه کنید، دعا، تشویق به سوی دعا موجب رشد انسان میشه. میگه اگر شما میخوایی این میل را، این رغبت را در خودت ایجاد کن تا به رشد و کمال برسی. حقیقتا دعا همین طوریه. لذا خداوند متعال با شیوه های مختلف ما را آمده تشویق به دعا کرده، تشویق به اطاعت پروردگار. خب بالاخره یکی از چیزهایی که خداوند برای ما اینو بیان کرده، تشویق به جهاد، تشویق به زکات، تشویق به صبر و پایداری و پایمردی در برابر کارهایی که در دنیا در پیشروی انسان قرار داره. و بشر صابرین بشارت داده برای کسانی که اینها صبر میکنه، بعدم نتیجه ای صبر و پایداری و تشویق به سوی و صبر و پایداری نتیجش اینه که میگه شما به نعمتهای رحمت الهی و غفران الهی و پاداشهای الهی میرسید. البته پس اولین و مهمترین تشویق کننده ما انسان ها خود خداوند است. خداوند متعال، بله، خداوند متعال و بعدش هم پیغمبر عظیم الشأن، آیات الهی، اینها ما را آمده در امور مادی و معنوی در حقیقت تشویق کرده به سوی مسیرهای هدایت و ما را باز داشته از اون مسیرهایی که مسیرهای زلالت هست و مسیرهای گمراهی هست و مسیرهای پلشتی در زندگی انسانه. در روایت هم همینطوری، اگر ما بر روایات مراجعه بکنیم در ابعاد مختلف ائمه بتبع از دستورات الهی و پیامبر عظیم الشأن ما را آمده هدایت کرده و تشویق کرده به سوی کارهای شایسته. مثلا در مورد خانه‌داری ببینید چی رقم انسان را تحریک میکنه که شما اگر میخوایی لطف در خانه، پایداری در خانه، زیبایی در خانه، محبت در خانه جلوه‌گر شود چی کار کنید؟ ما را تشویق میکنه به یک نکته. هم وظایف را نسبت به مرد در نظر میگیره، هم نسبت به خانم خانواده در نظر میگیره. در روایات هست که اگر کسی یک کم یا کمب، یعنی قارچ، یک قارچ را برای عیال خودش در خانه تهیه کنه، مانند این است که بنده از بندگان پیرو حضرت اسماعیل را در راه خدا آزاد کرده باشه. در بعضی روایت داریم اگر کسی برای خانواده خودش یک درهم لحم بخره، گوشت بخره، عجب، یک درهم یا یک دینار گوشت بخره، مانند این است که از فرزندان حضرت اسماعیل یک بنده ای را آزاد کرده باشه. ببینید در اینجا برای پایداری در خانه با همسر، مهربانی با خانواده و پایدار ساختن اون ارکان خانوادگی دستور به مرد میده و تشویقش میکنه. میگه شما برو کار کو، زحمت بکش، تلاش کو، بیار خانواده رو در وسط قرار بده، آذوقه اینها را برایش تهیه کو. تو که مردی این همت را برای خودت سرمشق زندگی قرار بده تا زحمت بکشی بتونی برای خانواده خودت یک لقمه نان حلال تهیه کنی. ترغیب کرده، تشویق کرده، تحریض کرده ما را به سوی خدمت کردن به اهل و عیال. میگه آقای مرد، آقای خانواده دار، آقای کسی که تو به عنوان همسر و الرجال و قوامون علی النساء هستی، قوام این زندگی در دست تویه، اونقدر خدمت کو و در برابر این به پاداش های مادی و معنوی الهی میرسی. پاداش مادی اینه که خانوادت حفظ میشه، خانومت از شما راضی میشه، بچه هایت از شما راضی میشه. پاداش معنوی اینه که خداوند در برابرش برای شما اجر میده. اجرش هم اونقدر کم نیست، اجرش اونقدر زیاده که میگه اگر شما یک دینار یا یک درهم گوشت یا یک دانه قارچ برای خانم خانه تهیه کنی یا برای اهل عیال تهیه کنی، مثل اینه که از فرزندان اسماعیل برده ای را شما بنده ای را آزاد کرده باشید. ببینید این چقدر تشویق برای حفظ پایداری خانواده است. اما طوری که در برابرش نسبت به خانم خانه هم همین دستور رو میگه. الجهادو للزوجه، مثلا مضمونش جهاد خانم حسن تبعله. بهترین کار خانم خاندار اینه که در محضر خانواده باشه و در محضر همسر عزیزش باشه و به او رسیدگی کنه. تبعل، حسن تبعل، حسن شوهرداری کردن جهاد برای خانم خانه حساب میشه. ببینید اینجا وظیفه دو طرفیه، تشویق نسبت به مرد برای خدمت رسانی به خانواده، تشویق خانم خانه برای خدمت رسانی به همسر خودش و مرد خودش. جهاد المرأة حسن التبعل. حضرت پیغمبر ظاهرا در حدیث میفرماید جهاد خانم اینه که بالاخره نره در سنگر، نره در جبهه، بشین خانه خودت با رفاه کامل، با استراحت کامل، با دبدبه و کبکبه عالی برای خانه خود، برای همسر خودت خدمت کن. اینها نحوه های تشویق معنوی برای پایداری خانه که یک وظایف را نسبت به مرد در نظر میگیره، یک وظایف را نسبت به زن خانه در نظر میگیره و اینها را برای رسیدن به یک رفاه و یک هماهنگی، به یک تفاهم، هر دوتایش را تشویق میکنه. در اجتماع میگه شما هم خدمت رسانی کو، شما هم خدمت رسانی کو تا این خانواده حفظ شود، محبت در خانه زیاد شود، پایداری، دوستی، محبوبیت همدیگر در خانه اضافه شود. هر دوتایتان نسبت به همدیگر یک وظایف خاصی دارید، اینها را انجام بدید. یا در مورد دعا کردن همینطوریه، خدمتتون عرض کنم. در مورد حفظ برادری و رساندن اعتماد به برادران مؤمن همینطوری ما تشویق شدیم. خب حقوق حضرت امام سجاد علیه السلام را اگر ما در نظر داشته باشیم، برای تمام اشخاص یک وظیفه های در نظر گرفته و پاداش های اینها را از نظر معنوی برای مثلا افراد جامعه کاملا بیان کرده. حق برادرت بر برادر چیه؟ حق خواهر بر برادر چیه؟ حق دوست بر دوست چیه؟ خب اینها همه نحوه های تشویق کردن انسان ها برای رسیدن به کمال و سعادت انسانی و رفاه مطلوب در زندگی دنیاست که در نتیجهش در آخرت هم اون پاداش های معنوی خداوند برای ما اونها را میرسانه و این نتایجی است که ما از تشویق میتونیم در آیات و روایات بگیریم. بسیار تشکر میکنیم استاد رضوی بزرگوار. ما چند شبی را در خدمت شما در مورد بحث سرزنش، فرمایشات حضرت علی را شنیدیم، بسیار کاربردی بود و عزیزان بیننده هم بسیار استقبال کردن. من توصیه میکنم به همه بزرگواران که این برنامه را اگر به صورت زنده دریافت میکنید که چه بهتر، و اگر در پخش های مجدد دریافت میکنید حتما این برنامه را چند باره نگاه کنید. به نکاتی که حضرت استاد میفرمایند دوباره دقت بفرمایید. بسیار مطالب اخلاقی و کاربردی هست در بحث های خانوادگی مخصوصا و بحث های اجتماعی. از منظر روایات و آیاتشان بسیار توصیه های ارزشمندی داشتن. استاد در فقه هم آیا مصادیقی از تشویق هست؟ بله شکی نیست، فقه ما مملو از تشویق های مختلفه که ما در کتاب نماز، کتاب صلات، چون فقه دستبندی شده به کتاب های مختلف، از کتاب طهارت شروع میشه، همینطوری کتاب دیات و قصاص پایان کتاب های فقهیه. ما در هر کتاب اگر ملاحظه کنیم تشویق های نسبت به امور دینی صورت گرفته. مثلا در کتاب نماز خب اونجا بحث میشه از این که تشویق کودکان از چه زمان به نماز مناسبه. یک موردش نگفته اجبار، گفته تشویق. نخیر یعنی. اجباری نیست. در روایات هست بچه را از سن 3 سالگی کم کم در کنار خودت بنشان. خب یاد میگیره، بالاخره دست روی سرش بکش، بیا پسر خوبم، بیا نازنین دخترم، در کنار ما بشین ببین ما چطور نماز میخوانم. نیازی نیست که شما به تحمیل کنی که خب سوره بقره را حفظ کو. بالاخره میگه بشین در بنشان، اینو در کنار خودت ببین چطور نماز میخوان تا این نگاه کنم. در سن 7 سالگی وقتی میرسه کم کم برو بگو وضو بگیر، بیا در کنارم بشی، بالاخره هر رقمی که میتونی اون اداهای مرا در بیار. ببینید این تشویق کردنه. پدر را مادر را وظیفه میته که این کار را تو بکو تا اینکه بچه تشویق شوه به سوی خواندن نماز. همینطوری کم کم برو بالا تا سنهای بالاتر. خب در کتاب نماز هست، در کتاب زکات هست که انسانها را تشویق کنیم به سوی زکات. آیه مبارکه قرآنی هم هست که وقتی پیغمبر عظیم الشأن اسلام کسانی را زکات پرداخت میکرد تشویق میکرد، اینا زکات را میآورد، آیه قرآن میآورد. آیه قرآن هم هست که اگر کسی زکات آورد برای شما صلی علیهم، برای اینها درود بفرست، دعا کو. پیغمبر هم همین کار را میکرد و اینها در باب فقه ذکر شده. در کتاب قضا من شما اجازه میخوام که عزیزان اتاق فرمان ما برنامه بسیار میانبرنامه بسیار کوتاه آماده کردن، این را ببینیم، استراحتی بفرمایید و در بخش دوم مجددا در ادامه بحث مصادیق تشویق در فقه در خدمت شما خواهیم بود. بسیار تشکر. از ما جدا نشوید، بسیار کوتاه از شما جدا خواهیم شد، از شما فاصله خواهیم گرفت و دوباره در خدمت شما خواهیم بود با بحث تشویق از مصادیق معروف و منکر در خدمت استاد رضوی بزرگوار. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. اگرچه روز من و روزگار می گذرد، دلم خوش است که با یاد یار می گذرد. چقدر خاطر انگیز و شاد و رویایی است قطار عمر که در انتظار می گذرد. به ناگهانی یک لحظه عبور سپید خیال می کنمان تک سوار می گذرد. کسی که آمدنی بود و هست می آید، بدین امید زمستان بهار می گذرد، بدین امید زمستان بهار می گذرد. عرض سلام، ادب و احترام مجدد خدمت یکایک شما مؤمنان، شما عزیزانی که در بخش دوم برنامه به وقت بیداری همچنان همراه برنامه خودتان هستید. در بخش دوم همچنان در محضر استاد ارجمند کارشناس معارف اسلامی جناب حاج آقای رضوی هستیم با مبحث بسیار ارزشمند و کاربردی تشویق از مصادیق معروف و منکر. استاد مجددا سلام عرض می‌کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. محضر همه شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. خدمتتون عرض کنم راجع به مصادیق تشویق در ابواب فقهی مطالب را عرض کردیم. بله. در ادامه مطلب خب اگر ما اکثر ابواب فقهی را در نظر بگیریم میبینیم تشویق هایی در اونجا وجود داره. در کتاب نماز گفتیم همینطوریه، در کتاب زکات همینطوریه، خدمتتون عرض کنم در باب خمس همینطوریه، حتی در ابواب قضا، در شهادات مثلا در باب قضا قاضی را تشویق میکنه که نظر لطفش را نسبت به دو طرف دعوا کاملا رعایت بکنه. یا در مورد شهادت دادن وقتی شاهد حاضر میشه در مجلس دعوا، خب قاضی تشویق کنه این آقا را مثلا برای تحالف و قسم خوردن وقتی میایه و ای که قسم نخوره، خب حد که حرمت به آیات الهی نشه به خاطر احترام قرآن. و به طور کلی ما میتونیم از باب دیگر وقتی در فقه مراجعه میکنیم مسئله تشویق را دستبندی بکنیم و اون اینه که چون بابهای فقه مختلف میشه به احکام خمسه واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح، همه تشویق ها هم میتونه در محدوده این 4 بنای اسلامی دستبندی شود. در بعضی موارد هست که تشویق کردن مستحبه، مثل این مواردی که گفتیم در نماز کودک رو وادار میکنیم یا حسن معاشرت با دیگرها، اگر اونجا مقتضیات وجوب نباشه مستحب میشه. در بعضی موارد هست که اونجا مباح هست، یعنی دو طرف قضیه یکسانه، شما چی تشویق بکنی یا نکنی هیچ تفاوت در طرف ایجاد نمیکنه. در بعضی موارد هست که تشویق کردن واجب است. مثلا خدمتتون عرض کنم در زکات مؤلفه قلوبهم یک دسته کسانی هست که اینها را از باب به دست آوردن دلش ما باید تشویق کنیم. یک دسته کسانی که زکات به اینها تعلق میگیره اون کفاریه که یک مقداری بالاخره خوشبین نیستن به دیانت اسلامی. دستور متبع شارع میگه از باب به دست آوردن دل اینها، تألیف قلوب اینها، دلهای اینها را شما به دست بیاری، یک مقدار زکات به اینا پرداخت کن. و این خیلی بالاخره زمینه های خاصی داره. در مواردش اگر الزامی وجود داشته باشه، اگر غرض اهمی وجود داشته باشه، این تشویق کردن میشه جزء واجبات. و مهمتر از همه اینه که در ابواب فقهی ما با تشویق حرام برمیخوریم. میبینیم داریم استاد تشویق. بله تشویق به حرام یعنی تشویق به منکرات و خیلی زیادم است، متاسفانه خیلی زیادم است. شما ببینید در اکثر موارد میگه شما یک عده انسانها را که اینها دچار فساد میشه، دچار گناه میشه، نباید کارش را صحه بگذارید، نباید اینها را تشویق کنید، پول در اختیار اینها قرار بدید. مثلا بسیار اینا بیایم خوردش کنیم. در مسائل عروسی شما میبینید یک عده به دور داماد و عروس را میفتن، رقص میکنن و میخوانن، بازی میکنن، صدای ترانه هم که بلند است، رادیوها، ضبطها، نمیدونم چیزای دیگه که آلات موسیقیه یا زنده هم است معمولا وجود داره. در این مجالس اکثر را میبینیم جوانا دور داماد جمع میشه، بعد مقدار پولم پرداخت میکنن به اینا، برای که رقص میکنه دیگه، غرض دیگری نیست، شوق، شادی در مجلس عروسی، برای اینکه خب بالاخره شوقی به وجود بیایه یک مقدار تعبیر شاباش میتن برای این مثلا کسی که رقص میکنه. یک هدیه است استاد. بله هدیه است. حالا هدیه چی هدیه‌ای؟ هدیه در برابر کار حرام. عجب. رقص کردن حرامه دیگه. در کنسرت ها پول دادن برای کسانی که در مجلس حاضر میشه، اینها اگر ما پول بتیم تشویق میشه به سوی ادامه این کار. این تشویق کردن چون مقدمه حرام هست و در بعض موارد خود حرام هست، از نظر دینی کاملا مذموم و ناشایسته. در واقع استاد ما تأیید میکنیم، همراهی میکنیم و تشویق میکنیم. بله. یعنی در واقع ما تأیید میکنیم. بله. و این تأیید کردن ما باعث تشویق این آقا میشه که در مجالس مختلف حاضر شود و با این تار و تنبک خودش مجالس عروسی را رونق ببخشه. این هم که پول کلان دریافت میکنه و تشویق میشه به سوی این کار و ادامه این کار. این از تشویق های حرامه. یا در بازی ها ما میبینیم اکثر بازی هایی که انجام میگیره یک پول های کلانی روی اینها چی میشه؟ هدیه میشه. در حقیقت ما مشوق میشیم برای ادامه این بازی توسط این بازیگر، در حالی که اصل این کار حلال نیست و کار حرامه. بیشتر مواردش اینطوری میشه. اگر ما پول به این پرداخت کنیم و هزینه کنیم برای این کار، در حقیقت این هزینه کردن، تشویق کردن و ترغیب کردن ادامه راه اون حرام در زندگی خود این شخص و برای یک عده از کسان است که مطلوب اونها رسیدن به این برنامه و دوست داشتن این برنامه. اینها میشه جزء تشویق های حرام و مطلقا در دین اسلام ممنوع هست و جزء محرمات فقهی و حساب میاد. بسیار تشکر استاد. اجازه میخوام پول ارتباطی را اعلام بکنیم و باز در خدمت شما خواهیم بود. خواهش. یکی شما عزیزان همراه برنامه خودتان هستید. افتخار است که نصیب بنده و همه همکارانم شده. نگاه مهربانتان همچنان از ما دریغ نکنید. این ارتباط یک طرفه است. بیاییم و یک ارتباط دو طرفه بکنیم با استفاده از پل ارتباطی برنامه. نمبر مثبت 964 780 255 4013 این نمبر در اختیار شماست. میتونین فایل های متنی، صوتی و تصویری خودتان رو برای برنامه خودتان روان کنین و از کارشناسان تشکری کنین، از بنده و مجریان همکار. اگر انتقادی هست حتما با ما به اشتراک بگذارین. امیدواریم این همراهی سازنده شما بزرگواران کمک کنه تا هر روز بهتر از روز قبل در خدمت شما بزرگواران باشیم و برنامه‌هایی در خور شایسته شما بزرگواران تقدیم کنیم. در خدمت استاد رضوی هستیم همچنان با بحث تشویق. استاد بزرگوار، تشویق در روایات آیا نمونه هایی هم هست که بریم عنوان کنیم؟ قبل از این که به این مطلب شما 7 دقیقه استاد تا پایان برنامه عجب به این مطلب شما بپردازیم، حالا لازمه از باب نمونه و شاهد یک حرف را از مرحوم محمد ابن مکی عامل شهید اول در قواعد برای تشویق‌های حرام به عنوان مؤید این مطلب عرض کنیم که خب کتاب قواعد یکی از کتاب‌های فقهی است که مرحوم شهید اول اینا به رشته تحریر در آورده. در اینجا در نحوه تشویق به حرام میگه والحرام ما کان طریقا الی زیادت شر ظالم. یکی از موارد تشویق ها اونه که انسان ستمگر را تشویق بکنه به سوی او ظلم خودش و ترغیبه فی ظلم و تشویقش بکنه به ستمگاری و محرزا للمداهن. نکته ای که میخواستم به عنوان شاهد عرض کنیم این قسمت حرف مرحوم شهیده که میگه حرام، یکی از تشویق های حرام اونه که محرز مداهن باشه. محرز یعنی تحریز کردن و همون تشویق کردن. مداهن یعنی چیزهایی که سبب وهن در دین بشه و چیزهایی که اینها جزو گناه و معصیت حساب میشه. محرزن للمداهن علی الانهماک فی المعاصی. اون چیزهایی که سبب میشه انسان گرش پیدا بکنه و انجام بده گناه را، معصیت را و دوری از دیانت را، همه اینها در دین اسلام به عنوان یکی از محرمات الهی در دین خدا و تشویق کردن بر اینها یکی از محرمات الهی است که در فقه کاملا اینها بحث شده. مثالش خدمتتون عرض کردم، کنسرت ها هست، بازی ها هست، رقص ها هست، پول دادن برای آلات شهوانی و لهوانی هست، مثل پول دادن برای تار، تنبور، تنبک و امثال اینها که متاسفانه در جامعه ما بسیار بسیار نمود عینی داره و وجودش ملموس. هر جای دیگه الان برگردیم و چشم بخوره. خب یکی از اینها میتونه موبایل باشه، خریدن موبایل، پول دادن موبایل برای استفاده های عصیانگر و گناه. اگر ما بچه ما را تشویق کنیم که پسر خوبم، دختر خوبم، شما پول جمع کن، من پول به شما میتونم، شما یک موبایل بخری و غرض ما این باشه، این نکته را توجه داشته باشیم، غرض ما این باشه که تنها استفاده غیر مشروع و شهوانی از این آلت تمدن شوه تشویق در این رابطه میشه تشویق به حرام و از گناه ها و معصیت که نباید انجام بگیره. بسیار تشکر استاد. وقت هست؟ وقت هست، شاید حدوداً 4 دقیقه دیگه و ما میخواییم که از نمونه های تشویق در روایات هم شما بشنید. بله، نمونه های زیادی داره. اگر ما در روایات مراجعه بکنیم، خب حضرات ائمه در قبال کارهای شایسته به اصحاب و یاران خودش تشویق‌های مختلف انجام می‌دادند. از نمونش عمر ابن ابی سلمه مخزومی والی حضرت علی در بحرین بود، پسر ام سلمه زوج پیغمبر و ام المؤمنین یک پسری داشت به نام عمر ابن ابی سلمه مخزومی. حضرت به اینها اینطوری تشویق میکنه، میگه تو خیلی آدم خوبی هستی. چرا؟ فانک ممن استظهر بهی علی اقامت دین، تو از کسانی هستی که به توسط تو دین خدا یاری میشه و پا داشته میشه. و اقمع بهی نخوة الاسیم، و به توسط تو اون کبرها و غیرتهای انسانهای گناهکار و معصیتکار از بین میره. و اسد بهی لهات و صغر المخوف، و به توسط تو اون مرزهایی که انسان میترسه از اون مرزها که لشکرهای دیگری حمله کنه به توسط تو چی میشه؟ حفظ میشه. ببینید یک انسان را حضرت علی علیه السلام چطور آمده تشویق کرده. تشویق هم به توسط یک امر معنوی، اینه توصیفش کرده، صفات شایسته، بیان صفات شایسته، یک از مصادیق تشویق کردن. من به شما میگم شما چقدر انسان خوبی هستید، شما چقدر دارای صفات و ملکات زیبای نفسانی، اخلاقی، دینی و عبادی هستید. خب بالاخره این سبب میشه که انسان یک افتخاری، یک ابهتی، یک اعتماد به نفسی در وجودش پیدا شود. و غرض از تشویق هم در اکثر موارد همینه که بالاخره ما این طرف را حالا انشاءالله بعد اگر ممکن بود بحث میکنیم، اعتماد به نفس بتیم. تنها تشویق پولی نیست، چی بسا یک کلام و یک سخن اهمیتش و تشویق شدنش و وسیله بودن برای اعتماد به نفس بیشتر از درهمها، دینارها، پول، طلا و امثال اینها باشه. این یک مورد. استاد 2 دقیقه تخیلی بخواهید. مورد دیگرش هم در سفارش های حضرت علی علیه السلام در اون نامه‌ای که به مالک اشتر حضرت فرستادند میگه و واصل فی حسن الثناء علیهم. ببین اینجا کاملا حضرت سفارش را که میکنه به مالک اشتر نخعی اینه که میگه شما مردم را تشویق کن. و واصل فی حسن الثناء علیهم، نیک بیان کردن صفات اینها یکی از وظایف تو باشه. خیلی اهمیت داره و چی سخن زیبایی است که حقیقتا این آدم باید در لوح طلا بنویسه. در مورد تربیت جامعه، اولاد، خانه، خانواده، این به عنوان یک لوح انسان همیشه باید در قامت دل خودش استوار کنه که حضرت می‌فرماید ای انسان، ای مالک، ای بشر، شما همیشه صفات زیبای دیگران را برایش بیان بکو تا این اعتماد به نفس پیدا کنه و تشویق شود. و تحدید ما املا ذوی البلاء منهم، میگه همچین تعدید، البته کلمه تعدید داره، میگه بشمار اون کارهایی را که سخت و سنگینه و اونها را دیگر را انجام میده. خب یکی از موارد تشویق اینه که انسان در قبال کارهایی که انجام میده مورد تشویق قرار بگیره، مخصوصا کارهای سخت. خب ما رفتیم خیلی کار شاق انجام دادیم، زحمت کشیدیم، در خانه کار کردیم، تلاش کردیم، هیچ مورد توجه قرار نمیگیریم، در حالی که خب خستگی داره، بالاخره کوفتگی داره، 1000 تا برنامه داره، سرشکستگی داره، بالاخره حقارت داره، هیچ مورد توجه قرار نمیگیریم. باید در زندگی ما، مخصوصا در زندگی خانوادگی، اون محاسن و انجام کارهای سختی را که دیگر را انجام میده ما مورد توجه قرار بدیم. و ادامه حدیث هم هست که میگه این کار را در مورد همه افراد جامعه بکو، یعنی اون محاسنش را در نظر بگیره، اونها را تشویق کو و اینها را اون کارهای شایستش را مورد توجه خود قرار بده. بسیار تشکر استاد عزیزم، جناب استاد رضوی، خدا خیرتون بده. ما بنده از جانب عزیزان بیننده از شما قول میگیریم تا یک شب دیگر در ادامه بحث تشویق در خدمت شما باشیم. تازه میخوایم انشالله به بحث‌های کاربردی‌تر برسیم و شیوه‌های تشویق و آثار تشویق. از شما تشکر میکنیم استاد. سلامت باشید. دلهایتان مملو از امید، روزگارتان پر از لبخند و لحظه لحظه‌تان پر از موفقیت الهی. تشکر میکنیم از همراهی شما بزرگواران.